بچه ها دیدم که یه سری سوالاتی در مورد زندان شد و یکی از این کسانی که درباره من استوری کرده بود حالا یه آقایی بود که من البته الان ایشون رو منشن کردم تو استوریم در رابطه با عکسی که با در مورد حاج داوود گذاشته بودم بعد به ذهنم رسید دیدم یه سری از بچه ها که سوال میکنن در مورد زندان گفتم حالا کوتاهم هم شده بیام یه سری پاسخگوی سوالات شما در رابطه با دوران زندانم بشم خب اولا عکسی که شما دیدید حاج داوود رحمانی رئیس زندان قزلسار بود که من هم دو سال و نیم تقریبا مدتی که توی چقدر بودم حالا دقیقش رو من توی کتابم کتاب زندانم نوشتم و که از کی من رفتم قزلسار از سال شست و یک رفتم قزلسار تا سال شست و سینا آره که تقریبا مدتی که من تو قزل سار بودم حاج داود رحمانی رو از نزدیک ما دیدیم و به هر حال ارتباطی که بین من و ایشونم به وجود میاد بعد البته اولش که ارتباط خیلی خشن و خیلی به قول معروف بود چون ما من از بچه های سر موضع بودم و اعتقادی اعتقاد داشتم به مبارزه با رژیم جمهوری اسلامی خب ما رو هم تنبیه میکردن و به هر حال من هم تو جریان تابوت ها, ها یکی از اون شاید صد نفری بودم که حالا دقیق که نمیدونم یکی از اون صد نفری بودم که توی این جریان تابوت ها و ز... ها بود که عکسش رو شما دیدید من یه بار دیگه این عکس تابوت ها رو هم برای شما میفرستم که دقیق یه مقدار تو جریانش باشه ببینید این تابوت ها رو میبینید اینا رو این یه جبه هایی بوده بعدش حالا یکی دیگه اینم میبینید به صورت نشستم هست حدود چهار ماه من تو اینها بودم و چه اتفاقاتی برای من میافته تو این رابطه هاش داوودم بذاریم براتون نشون بدم اینم حاج داوود بوده که الان نمیدونم زنده هست یا نیست خب حالا ما میایم سر توضیحات من خب من با منیره بر... الان میام همه سوالاتتون رو جواب بدم. اولا که سوال اولی که در مورد رابطه من با هاشدا بود مطرح سوال شده یک رابطه عاطفی و بسیار احترام‌آمیزی بود از طرف هاشدا بود بعد که جریانش رو متوجه میشید که چرا این ارتباط به وجود اومد و حتی 15 کیلو سر این مسئله که احساس پشیمانی داشت در رابطه با مسائلی که براش تو رابطه با افرادی مثل من پیش میاد که 15 کیلو وزن کم میکنه و خیلی ابراز پشیمانی و ناراحتی میکنه و من چون تو جریان این مسئله بودم از اون ور هم سر همین جریان تابوت ها و اینها حاج و از چیز چون یه برنامه بود که مخفیانه با لاجوردین برنامه رو اونجا گذاشته بودن بالاخره درز میکنه و خیلی سرصده ها میشه و فلان و اینها بالاخره حاج داوود رو هم از ریاست زندان کنار میذارم و حاج داوود یه فرد آهنگر بوده خودش هم یه مغازه آهنگری داشت توی تهران طرفای شهباز اون موقع شهباز خیابوناش یعنی چیز تمام را آهنگرا اونجا بودن و من وقتی که از زندان میام بیرون یکی از برنامه ها این بود که برم هاش بود پیداش بکنم این که رفتم هم پیدا کردم بالاخره مغازه مغازش هم پیدا کردم آهنگریش با یکی از بچه های دیگه که توبه کرده بود اونم میخواست طلبه بشه اینها اسمش معصومه بود که ما با هم دیگه رفتیم حالا من حالا تمام این ماجراها رو نمیخوام بگم چون میخوام به سوالای شما جواب بدم ولی بچههایی که علاقمند هستند که کل ماجراها ها رو دقیق بدونن این کتاب من رو بیان از خود من بگیرن و یا تو کانال زندگی نامه من هستش که این تمام بخش بخش و با عکس های خیلی زیادی که بعد ها چون اون موقع که این کتاب رو نوشتم خیلی ها از عکس ها رو نداشتم ولی بعدا عکس های زیادی دستم میافته بچه ها برام میفرستن ولی خب دیگه من کتاب رو چاپ کرده بودم دیگه گذاشتم ولی توی کانال رابطه من با حاج بود هیچ وقت جنسی نبوده عشقی هم نبوده بخوام بگم مثلا عاشق من به عنوان یه زن میشه نبوده منم هیچ وقت این حالت رو بهش نداشتم در جریان این حالت های روحی روانی من به شدت تو اون حالت های مانی من یه احساس خیلی خاصی به من پیدا میکنه یه احترام خیلی خاصی مثلا میگفت تو انقدر پاکی و انقدر مثلا معصومی و یه همچین حالت های عرفانی به من پیدا میکنه و با من حتی تماس بدنی هیچ وقت نداشته و هیچ وقت هم ابراز علاقه خاصی به من نمیکنه به هر حال من حاج و به خاطر جریاناتی که واقعا کارایی که بعدها بعد از اینکه برمیگردم و اینکه سعی میکرد کرد هر جور خواسته من رو برآورده کنه که من همه رو توی کتاب نوشتم یک احترام خاصی من براش پیدا کردم و بهشم رفتم گفتم من تو رو هر چقدرم که اگر منو شخص من رو زدی یا شکنجه کردی یا هر بلایی سر ما آوردی من شخصا از طرف خودم از طرف دیگران نه ولی از طرف خودم من تو رو میبخشم و خب میخوام بگم که حداقل یه نفری باشه که بدونی که تو به تو چه احساسی داره واسه همینه که رفته بودم مغازش که مغازش رو پیدا میکنم که اونجا به من میگه که من امتحانم من توی روز قیامت خیلی پرونده من خیلی سیاهه که من بهش میگم که حاجا چقدر من خود منو زدی چقدر من اون موقعی که حالا با همدیگه روبرو نشده بودیم ما همدیگه دوست نشده بودیم چقدر اه اه حسای چیزای ناراحتی من از تو داشتم ولی من اومدم بهت بگم حتی هیتلرم باشی بدترین آدمم باشی تو میتونی شروع کنی فقط اومدم همین جمله رو بگم که وای میسته و یه نگاهی میکنه و کل ملاقات من با حاج داودم اونجا شاید 20 دقیقه هم طول نمیکشه ولی من میخواستم برم این صحبت رو بکنم بهش اینو احساس دین میکردم در رابطه با خودم بعد از اونم دیگه ندیدم سر حاج بودم. خیلی خیلی کسا منو چیز کردن محکوم کردن از بچه های چپی از بچه های زندانی ولی من همیشه گفتم من دوستش دارم به خاطر ارتباطی که بین ما به وجود اومد حالا این دوست داشتن یه احساس عاطفی بود که بین من به عنوان یک احترامی که به من گذاشت فیدبکش از طرف من دید حالا شما من میخواین بهش بده شما از هایش را بود نمیدونم الان زنده است یا نه میخواین برین نمیدونم بکشیدش برید بکشید میخوایم برین نمیدونم مجازاتش کنید محاکمش کنید هر کاری میخواین بکنید اما شخص من هیچ گونه ناراحتی ازش ندارم و با هم دیگه تصفیه کردیم این من در رابطه با این پس اون کسایی که فکر میکنن که من با حاج داوود رابطه جنسی داشتم یا رابطه عاطفی داشتم این مسئله صحت نداره حالا بیام در رابطه با سوالای دیگه ای که هست یک سوال دیگر هم جواب میدم چون این سوالا قبل از این بوده که من بیام توی لایف الان اینم بهتون میگم بعد میام بهتون چزه براتون سوالایی که دارید در مورد اینکه یکی از بچه ها پرسیده که آیا زیبا به تو تجاوز شده به من در این پنج سالی که بود هیچ وقت تجاوز جنسی که نشده هیچ تجاوز فکری یا تجاوز نمیدونم انواع اقسام فشارهای روحی دیگه یا مثلا تعرضات مختلف دیگه یا مسائلی که بوده همش حالا هر چی که بوده من همه رو نوشتم اون جای خودش من هر چیز رو باید در جایگاه خودش بررسی کنم من شلاق خوردم تعذیر شدم حکم، دوازده سال حکم من دادن توی تابوت ها رفتم سی, سی و سه ساعت منو من و, با یه سری کسای دیگه وایستاده بود ایستادن اجازه ندادم بشینیم اجازه ندادم بخوابیم اجازه ندادم و خیلی کارهای دیگه اون جای خودش تجاوز جنسی به من هیچ وقت نشده من خودم در پنج سالی که بودم اونجا شخصا شاهد تجاوز جنسی از هیچ موردی نشدم هیچ کسی هم به من نگفته که تجاوز جنسی شده حالا ممکنه شده باشه و من نمیدونم پس هر کس من از زاویه دید خودم دارم میگم یکی از کسانی هم که به من ارتباط احساسی پیدا میکنه یک بازجویی بوده من نمیدونم که ببینید داستان خودم رو در رابطه با اینکه یه بازجویی بوده که دومین باری که منو داشت تعذیر می کرد یا می قپونی کرده بود منو شلاق می شلاق می و اینها بعد وقتی که یه لحظه میگه که چشم چشمند تو اول میگه که حالا داستانشو نوشتم دیگه وارد ریز ریزاش نمیشه به هر حال وقتی که من رو باز میکنم یه لحظه به من نگاه میکنه بعدش میگه چشمند تو ببند دستم به من نمیزنه من یه لحظه که چشمم بندم باز میکنم هیچ کس تو اتاق نبوده بعد از اون من به بند چیز میشم و هیچ وقت منو بعد از اون دیگه نمیزنن تا موقعی که تو اوین بودم وقتی از زندان میام بیرون بابای من یه ماجرایی رو تعریف میکنه که من به این صحنه ارتباطش میدم مطمئن نیستم ولی تو ذهن خودم گفتم کی بوده که میتونست یه همچین درخواستی رو بکنه بابای من میگه که موقعی که تو اون اوایل زندان بودی یکی از یه نفر باش تماس میگیرن میان پیشش و میگن که اگه دخترت رو به من بدی اون مرده حالا هرکی من دخترت رو چیز میکنم من آزاد میکنم بابای منم میگه که برید نمیدونم اعدامش کنید من دختر به پاسدار و نمیدونم حزب پا... اللهی و اینا نمیدم یه همچین چیزی نمیدم کسی که تو زند بازجو و اینجور چیزا اینا هست این حرفی بود که بابای من میزنه حالا خودش من تو کتابم نمیشم که حالا نمیتونست بعد از این که از زندان میام من میرم خودم زن پاسدار میشم ولی خب حالا این بمونه ولی هیچ کس هیچ وقت به من تجاوز جنسی نکرد خودم شاهدش نبودم حتی وقتی که میخواستن ما رو جایی ببرن مثلا با یه خودکاری یا یه چوبی برای اینکه به دستشون به دست ما نخوره و اینا چیزایی بود ببینید هر چیزی رو وقتی در جایگاه خودش نگاه کنیم وقتی تجاوز جنسی به من نکردن نکردن دیگه حالا صد نفر بگم کردن خب به اونا کردن خب بیام بگم من نمیام که یه بارم توی یکی برگشتن یه سری به من گفتن زیبا تو کتابت بنویس که تجاوز جنسی کردن گفتم وقتی من شاهد نبودم خب شو این کتاب برای شما هم هست دیگه شما برید اونایی که شاهد بودید اون تجاوز اگه به شما شده برید انجام بگید بگید به من این کار نشده اینم در این رابطه خب حالا بیایم که در مورد این آه آه کسی که آه. ارتباط جمالم به شما بگم جمال پاسدار بود ولی با زندان هیچ ارتباطی نداشت خب ببینید عکس جمالم برای شما نشون میدم جمالم ببینید جمالو الان هم دوستش دارم جمال همیشه مرد دوست داشتنی حزب اللهی دوست داشتنی ما بوده دیگه خب حالا یه عکس یه عکس اومد که با اون دوست پسر اومد ولی خب دیگه بیاد دیگه چیکار کنه حالا موقع طلاق هم اومد نگاه کن بچه ببینید اومد این جماله خب این جماله که الان م... چیه اه... سرپر... چه سریال تهیه کننده سینماست خب حالا این یکی هم که اینجا بهتون نشون بدم دوست پسری بود که من گرفتم با جمال آشنا کردم حالا این داستانشو نیاریم اینجا چون الان لایبمون در مورد زندانه جمال اصلا به زندان ارتباطی نداشت جمال اصلا به بازجویی ارتباطی نداشت جمال توی مسئول تبلیغات چون گرافیکر بود نقاش بود خطات بود حتی امضایی که من الان دارم هدیه جماله چون گرافیکر بود و بسیار خطات قشنگی بود که من امضایی دارم که هر وقت من این امضا رو میکنم خیلی یعنی هر وقت نمیتونم بگم ولی خیلی جاها همیشه میگن او به آلمان چقدر امضای قشنگی و این امضا هدیه جمال بوده به من یعنی اون موقعی که من میخواستم که حالا در رابطه با بگذاریم میخوام بگم, بگم کار جمال گرافیکر بوده تبل و قسمت یه ساختمانی بود در سر ویلا سر, سر خیابون ویلا مربوط به سپاه بود من الان نمیدونم اون موقعی که تقریبا سی سال پیش و اینا رو دارم میکنم جمال اونجا کار میکرد مسئول تبلیغات اسلامی سپاه بود تبلیغات اسلامی پس ربطی به بازجویی و اینا نداشت حالا چه جوری با من آشنا میشه من وقتی از زندان میام بیرون تقریبا چه سه سه چهار سه, ماه بعد چند ماه بعد آره تص... سه چهار ماه بعد دیگه یک کم که به خودم میام چون از یک... یکی از برنامه های من این بود که بنیاد ازدواج برم و با جانباز ازدواج کنم مس... اول بنیاد ازدواج که اونجا مسئول بررسی این پرونده ها بود جمال بود جمال یه کارش تو اون ساختمونه بود تبلیغات اسلامی گرافیکر نمیدونم اکسا و نقاشی های نمیدونم چیز رو بکشه مال خمینی و اینجور چیزا و فلان اینها یه کارش هم جنبی داشت تو اون بنیاد ازدواج تو بنیاد ازدواج که تو این کتاب من داستان آشنایی من با جمال هست و جالبم اینجاست برای تمام بچه های اللهی که اگه تو لایو من هستن بهتون بگم پیشگفتار این کتاب رو دو نفر پیشگفتارش رو نوشتن یکیش گزینگ قاضیه یکیش هم جمال این اولی پیشگفته از جمال شیر اینجا جهان این این قسمت پیشگفتار اول رو جمال می نویسه پیشگفتار دوم مال گزینگ قاضی خب یعنی این کتاب رو من بهش همه رو میدم میگم که بعدا اعتراض نکنی موقعی که ایران بودن که بگی نمیدونم این چون قسمت اصلی این کتاب من به جمال و پدر و مادرم برمیگرده دوران بعد از آزادی از زندان من. حالا پس این نکته هم برای تمام کسایی که درباره من میخوان صحبت کنن جمع قاطی نکنید بچه هایی که مخالف من هستید هیچ اشکالی نداره بیایید ولی با مدرک صحبت کنید مثلا وقتی که من میگم با یه جام با, با یه چیز ازدواج کردم با یه سپایی ازدواج کردم ربطش ندید به زندان زندان ربطی به جمال نداره بعد از آزادی از زندان من حاج داود ربطی به رابطه جنسی نداره رابطه جنسی من با جمال بوده حالا یه سری برادرها یا یه سری کسای دیگه ای هم تو رابطه من بودن از برادر بیژن نمیدونم چی 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 اطلاعاتی ها اینا رو نوشتم و جالبم اینجاست که یه سری هم تازه باشون ارتباط برقرار کردم و منو پیدا کردن از طریق فیسبوک و اینا چه خوب شد یادم انداختید من این برادر بیژنم پیداش بکنم خب اینم از این برادر بیژن دو تا داستان داره در رابطه باز از, از... چیز؟ زندان و بعد از زندان خب این چند تا سوال رو براتون توضیح دادم تو ذهنتون باشه حالا میام برای سوالاتتون چون پ... پیام ها خیلی زیاده اگر من الان الان پیام ها رو نگاه کنم هر پیامی رو ندیدم شما به من چیز کنید دوباره کپی کو... کنید بفرستید یا دوباره بفرستید خب بیام چست یکی از بچه ها پرسید که باز گوشوار موشواره رو ول کنید بچه ها بابا مثلا زندانه <applause> واقعا چه فالو برای دارم مثلا دارم جدی حرف میزنم زرزر زندان گوشواره مو نمیدونم فلان بهمان رو ول کنید لباس دیشبی قشنگ تر بود باشه اونم اینم دیگه این هر کدومشون رو میپوشم باشه خب عشق من به تو عشق نیست گیس من تو رو دوست دارم درست مثل اعضای بدنم او چه قشن آها با مونیر برادران مصاحبه داشتی چه سوال جالبی بچه هم مونیر برادران رو یکی از چهره های خیلی معروف یا حالا کسی هستش که تو آلمانه و ایشون یه نقشه یه ارتباطی رو من باهاش پیدا کردم تو آلمان موقعی که یادتونه دیروز من براتون از کیس چه صحبت کردم پناهندگی من موقعی که اومده بودم اینجا گفتم کیس من یه حالت روحی روانی و مسائل روحی خودم بوده من خواهرم سیما معمار نوبری و که رویا اینجا صداش میکردن و شوهر خواهرم بهروز حدادی مقدم که اینجا بهمن شفیق معروفه اینا از بچه های سیاسی سیاسی بودن که مربوط به این نمیدم حزب کمونیست و فلان از این رو چزا که سیما رویا این مسائل سیاسی رو میذاره کنار ولی بهمن ادامه میده اینا موقعی که من بودم من اومده بودم اینجا و پناهندگی خواستم تقاضا دادم بدون اینکه که من بدونم میرم با منیر برادران در ارتباط قرار میگیرم من که تو این فضا نبودم حالا احوال روحی خاصی رو منیر برادران یه دونه یه مثلی که فعال سیاسی بوده اون موقع بعدا منم که توی میگم دیگه تو اون حال هوا نبودم خواهرم میره با خواهرم و بهمن میرم باهاش یه تعییدیه میگیرن ازش که من در زندان بودم فلان اینا من حالا اینا رو خبر اصلا ندارم کی متوجه این جریان میشم من توی دادگاه که بودم قاضی از من سوال میکنه میگه شما منیره برادران رو میشناسید من میگم چرا اسمش آشناس همینجوری تو دادگاه میگم اسمش آشناس ولی من توی زندان معروف بودم همه منو میشناختن ولی من منیر ب... من و اونا رو نمیشناختم کما اینکه الان کسایی که الان تو لایو من هستن یه چند تا از بچه هایی هستن که زندانی بودن از طریق زندان منو میشناسن مثل منیژه مثل افسانه اینا رو من یادم نمیاد ولی اینا وقتی میام میگن زیبا ما خیلی سیبا اونا سیبا منو یادشون سیبا ما خیلی تو رو مثلا یه تصویر خیلی خوبی داشتیم از تو تو رو دوست داشتیم از اینجور چیزا ولی من اینا رو یادم نمیاد پس منم تو زندان توی دادگاه بهشون گفتم من منیر برادران فقط اسمش آشناس منیره همچین چیزی ولی یادم نمیاد بعد گفت ایشون یه گواهی نامه دادن نمیدن چی چی تایید کردن که شما بودید گفتم منم داستان تعریف کردم همین حرفی که به شما گفتم گفتم منو اونا بشناسن چون من چهره معروف تری بودم هست ولی برعکسش من خیلی رو نمیشناسم تا این که من منیره برادران رو در سمینار هانوفر سال 2005 یه تشکل دگر باشا نمیده هم جنسگرایان چی 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 بود من اینو یه دفعه میبینم حالا از کجا میشناسمش نمیفهممش که قیافه ها چیز نبود نگو اینا همش و منو میشناسن سی با سی با, سی با سی با حالا نه اینکه فکر کنید خیلی خوب مثلا مثبت میشناسن ها خیلی حالا نگو چه پچ پچ هایی میکنن ها داستان حالا اون بمونه زج رو بلاهایی که سر من از این اومده کم نبوده که ولی بچه ها تو این سمینار هر کسی یه شیلدی داشت چیه؟ این شیلد چی می؟ اینا از اینا که میزنن که یه, یه چیز اینجا اه... چی میگن؟ از اینایی که میزنن اینجا اسماشونو رو میزدیم یه دونه مهرمانندی چی چی داشت مثلا من زده بودم زیبا نوبری حالا اون موقع نابک نشده بودم سال 2005 بود 2006 نوبت میشه این بعد یه دفعه میبینم یکی از اینا هر کدوم اسما من نگاه میکردیم اسما رو نگاه میکرد من یه دفعه دیدم اسم منیره برادران یه دفعه کدم ای منیره برادران تویی؟ بعد گفتش که گفتم اه بزرم چهرت یه تحجیری اصلا زیادی آدم نمیاد ولی خب گفت تو زندان اینجوری بودیم تو در مورد محیط زیست چیکار میکردی تو ضد سیگار بودی تو نمیدونم چی چی بودی یه یعنی همچین چیزای جالبی رو مطرح میکنی که من تو کتاب نمیشم الان یادم نیست و مونیره گفتم خواستم ازت تشکر بکنم به خاطر اینکه من توی دادگاه که بودم از تو صحبت کردن در رابطه با اینکه تو دادگاه تو تاییدیه به من دادی و یکی از مسائلی بود که در رابطه با تو مطرح شد اینم در مورد منیره برادرم منیر برادران از جمله کسانیه که درباره زندان کتاب نوشته کتاب من رو مونیر برادران ننوشته اصلا من با منیر برادران دیدار خاصی نداشتم همونجا تو سمینار صحبت کردم بعد از سمینار هم رابطه توی همون سمینار سه روز که بودیم بالاخره یه صحبت هایی کردیم دیگه اونم اومد در مورد کتابش صحبت کرد ارتباط من با منیر برادران در همین حدی بود که من به شما گفتم خب حالا میریم سوال بعد بچه سوال زندان رو میخوام جواب بدم نمیدونم گوشواره چرا لنگه منگه نمیدونم چی چی اینا رو بلش کن چرا اسمت شد زینب چرا اسمم شد زینب بچه من توی زندان اسمم سیبا بود دیگه خب من کمونیست بودم شدید خب وقتی که تو زندان به از توی همون تابوت ها که عکسش الان براتون نشون دادم یه پروسه میشه دیگه چه اتفاقی میفته تو این کتاب زندان نوشتم چه پروسه میشه من در رابطه با آرام آرام از مسائل سیاسی از مسائل ایدئولوژیکی و و و و و و و و و تناقضاتی پیش میاد خب ولی توی اون تابوت ها که چهار ماه تنها چشم بسته و من از صبح تا شب مثلا فقط میشستیم و در واقع فکر میکردم برای خودم و اینها اون حالت های اولین حالت های مانی من تو اون تابوت ها انجام میشه و من به شدت به سمت اسلام بر میگردم حالت های روحی روانی خیلی خاصی پیش میاد که من احساس میکنم که وارد یه،, یه برای من میشه و من تقریبا اه... یه دو سه هفته بعد از اون حالت بود که احساس کردم که نمیخوام دیگه اسم سیبا رو داشته باشم اصلا از گذشته خودم نفرت پیدا کرده بودم از گذشته چپی بودن خودم کمونیست بودن خودم و میخواستم اسمم رو عوض کنم ولی نمیدونستم چه اسمی بگم ولی یه حالتی شد برای من اسم زینب یه حالت الهامی برای من شد و من اسم زینب رو گذاشتم خب زیبا من شیفته ای تو شدم خب زیبا صداقتت خیلی خوبه زیبا چه جوری میتونه چه چیزی تو زندان شکنجت میکردن زیبا آ چه جوری تو زندان شکنجه میکرد ببینید شکنجه اولش که من 13 روز توی شعبه ها بودم خب اولا به شما بگم که من با دستنویس دستنویس های توی, توی, توی کتابم نوشتم اون روز من این قرار داشتم دستنویس رو ما دستنویس های گروه چپی خودمون رو که در رابطه با کمیته های کارگری بود توی یه دونه جعبه صدر جعبه صدر ما جاسازی کرده بودیم این جعبه صدر اینا رو وقتی که تو راه به من مشکوک میشم به من و دوستم سوسن ولی اینا منتظر میشن ما بهشون نزدیک بشیم حالا الان میگم که چه جوری شکنجه بود چه جوری بوده وقتی که ما نزدیک میشیم حالا شانس دیگه اینا منتظر میشن میگن خب بذار از دور به ما مشکوک میشن میگن خب بذار نزدیک بشن تو نزد... توی این فاصله سوسن از اون ور میره میره توی خیابون شیراز جنوبی توی خیابون توی امیرآباد من دستگیر میشم سال 1360 خب آبان 27 آبان بود 1360 این میره اونور خب اینا بین سوسن و من یکی رو انتخاب میکنن اونی که داشت مستقیم میمد به سمت اون بنزه دیگه منو دستگیر میکنن خب حالا جزئیاتش اینجاست وقتی که کیف منو باز میکنن تا موقعی که این دستنویسه پیدا نکرده بودن تو این جعبه صدره خیلی به من کار نداشتم به مشکوک نگه داشته بودم این مرده که راننده بود بعد این صدره رو که در میار این جعبه رو اون لحظه هیچوقت یادم نمیره این پودره که اینجوری اینجوری بالا میمد از این چیزه همراه این پودره این کاغذای کاغذهای دست نویسای های ما با این چیزه میمد بالا ببین اون لحظه این دست که اومد بالا من یه لحظه گفتم که دیگه زندگی من تموم شد چون دیگه سانت شد دیگه این یه دفعه گفت به 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 تا این دست ها رو از اون تو ستر پیدا کردن دیگه دماغ منو به به گرد دیگه گوشمو که من باداس مثلا سیانوری چیزی باشه که مثلا من خورده خودم که وحشتناک گشتن منو حالا دیگه من اونجا با این دست ها ولی این دست ها باز یه حکمتی بود منو از اون شکنجه های بسیار شدید نجات داد چرا؟ چون دست ها کارگری کمونیستی از این جور چیزا بوده اون زمان شست فکوس رژیم جمهوری اسلامی روی مجاهدین بود یعنی مجاهدینی که ای سی و خورداد هفته تیر نمیدونم هی اینجا بم مینداختن هی فلان میکن اینا فقط فکوسشون روی مجاهدین بود اما به قول بازجوم یه حرفی زد گفت ما هم رفته بودیم با مجاهدین رو بگیریم در زیر سایه مجاهدین گروهکای دیگرم دیگر هم گرفتیم که از جمله ما اما منو که دست نویسا منو نجات داد از اینکه تعذیر زیاد بشم حالا برمیگردم به این سوال این خانمی که پرسید تازه خب اونجا ترافیک بود چه ترافیکی چقدر شعبه ها پر بود چقدر آدم زیاد بود تخت کم می آوردن دیگه این یکی می گفت بابا پاشو این یکی رو شلاق می اینجا اون شلاق می اونجا شلاق می این جا نبود آدم زیاد پشت سر هم همه داشتن چه برای همین من هم همیشه میگم پاهای خودم رو سلامتی پاهای خودم رو که یه دختر 17 ساله ای که اونجا بود من اون موقع 20 سالم بود 20 سالم بود دیگه سال 60 چند سالم میشه 39 39 بودم یا 21 سالم بود من همیشه یه دختر 17 ساله رو انقدر اینا شلاق زده بودن همه پانسومانی پانسومانی پاها پانسومان شلاق می زدن خون می, رخ می رخ دیگه خب منو <متصفح> او ما همیشه میگم من انقدر شلاق نزدن که خون بیاد با هم دیگه چرا ده پونز دادم حالا نوبت به بار رسید فکر کنید ترافیک سنگین اینا گفتم خب بازم به این اینو بیای ترافیک زد منو بردن حالا روز اولی که منو بردن روی تخت چیز کردن دستامو بستن و پاهامو بعد دیگه شلاق دارم میزنن اینا که حالا خیلی هم شده بود به خاطر اینکه انقدر من ادا در بردم بعد گاو یه هنر پیش هست برای اینکه هی میخواستم بگم مقاومت کن مقاومت کن دیدم شلاغه رو که میخوردن میدم مقاومت چه بابا درد بیا بعد جیغ میکشیدم بعد میگوتن چه خبرته گفتم بابا درد اومد شما چرا اینجوری میزنی میگو بخواه مادری میخواهی بزنی که تو دردت بیاد دیگه به هر حال ده پونزده تا بیشتر که ما رو شلاق نزدن و دهنم از این دستمال کسیفی بود و بعد خیلی چیغ چیخ میکشم یکی این دستماله رو گرفت کرد تو دهن من و چیز کردم و بالاخره من حالا میخوام بگم زیاد نبود ولی شاید ده پونزده تا شلاخ خوردم ولی احساس کردم که بابا به من شکنجه شدم فکر کردیم خیلی دیگه به ما لطف بزرگ شده ما هم جزو شکنجه گرا رفتیم ولی چرا منو زیاد نزدن به خاطر ترافیکی که برای مجاهدین بود نه به خاطر که من آدم قوی بودم تازه دو تا شلاقی که خوردم خب واقعا دیدم که چه ولی خودم رو من در به عنوان یه دختر چیز جا زدم قرتی پرتی یه دختری که آره من دختر قرتی هم فیلم میگفتم گروه سهند اولین گروهی که مرگ بر خمینی رو شعارشو داده این خیلی بفهمن که ما اعدام صد درس از اون بر هم زمان میخواستم که زمان تیب زمان بگذره فقط دیگه چیزه اطلاعات سوخته بشه دیگه دیگه اون موقع من هر کی هم شما می میگفتم بچه ها فهمیده بودم من هم قراری که سر قرار که یه کسی نمیمد میفهمیدن که دستگیر شده از اون ورم که خب من نزدیک خونمون دستگیر میشم یکی از همسایه هامون میبینه میاد به مامانم میگه میگه که ما دیدیم که اینو با یه بنز و فلان و اینو که میبرم بالاخره من اسم شوهرم و تا چند ماه نمیگم خودم یه کسی جا میزنم که ازدواج نکردم یه دختر قرتی هم دنبال حجابم فلانم این اسناد اینا چیه میگن من نمیدونم عاشق یه کسی بودم و از یه کسی خوشم میامد و فلان و اون به من گفته بود عاشق که نگفتم عاشق نگفته بودم از یه کسی خوشم میامد اینم اینا رو گفته بود اینو برای من بیار از این محمل های علکی پلکی که درست کرده بود حالا اینا میفهمیدم محمله و ما هست یا چون خب بالاخره میدونستن دیگه اینا توی این چیزا بودن اما عاملی که باعث شد که من در واقع از زیر این شکنجه ها نجات پیدا بکنم این مجاهدین بودم واسه همه نمیشه میگم که آره بیا یکم مرسی بذاری فوزی هست برای من چایی داره میاره بوش 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 مرسی بعدش این چی بود؟ داشتم میگفتم آها به خاطر اینکه ترافیک مجاهدین بود واسه همین من با وجود اینکه دل خوشی از مجاهدین ندارم اصلا خوشم نمیاد ازش اما از این جنبه ازشون مدیونم پاهامو از اونا دارم وگرنه دوستای دیگه ای داریم بچههایی هستن که همشون پاهاشون دفرمه شده دفرمه میدونید یعنی چه جوری یعنی پاها رو انقدر میزدند که پا دیگه وقتی هم ترمیم میشد عضلاتش فرم اون قوس پا اینا رو نداشته یه دختر دیگه هم بود که خب هفت بار پاشو عمل کردن از بس زده بودن هزار تا شلاق کجا ده تا شلاق به زیبا ناوک کجا خب این اولین شکنجه ای من بود که فکر کردم خیلی خوشحال شده بودم گفتم شکنجه شدم اسم ما رفت هم از قصر در رفتیم هم میتونستیم بگیم شکنجه شدم هم میتونستم بگم اطلاعات ندادم هم میتونستم بگم مقاومت کردم در حال که واقعا هم اینا نبوده میدونی و اینا یه چیزایی بود که خودمو گول میزدم واقعیتش این چیزاییه که الان دارم میگم بعدها به مرور دیدم که بابا من خیلی هم آدم قوی نیستم مقابلت نه چون همونجا یه شلاق خوردم خودم فهمیدم که چقدر ناز این از اون دفعه دومی که منو شلاق چیز, چیز شکنجه کردن قپونی بود همون مردی بود که بهتون می میگم که بعدانم الان فهمیدم آذربایجانیه این منتها منو تنها بود تنها بودم تو اون اتاق گفت تو اطلاعاتی که به ما دادی حالا پنج شیش روز گذشته و چیز به هر حال من چی میگم خیالم یه ذره راحت تر شده که دیگه هر اطلاع هر کسی که از بچه ها هستش دیگه اینو دیگه خودشون دیگه سریع برنامهشون رو ردیف کرد بچه های سیاسیمون هیچی دیگه این وقتی میاد میگه که این چیزایی که تو گفتی درست نگفتی و فلان نگفتی و بهمان و اینا ما تو رو دوباره تعذیر میکن. گفتم برادر تو منو نه فلام از این عدوات فرا یه چیزه بالاخره منو میبنده به تخت قپونی هم میکنه خب قپونی میدونی چیه دیگه قپونی از اینجوری دو تا دست الان که الان نمیاد دو تا دست داره با یه دونه از این چیزای دستگیره قبل خب خیلی دردم اومده بود ولی خب به جای مثلا خب هم دیگه خیلی صف بود خب خیلی دردم اونجور اومده بود گفتش که خب بگو بگو بعد چند تا هم شلاخ اونجا زد به پام بعد گفتم قپونیه ولی به دردش بیشتر بود بعد گفتش که خب بگو بگو باید بگی چی و اینو گفتم چی بگم تو نفسم در نمیاد که تو باز کن من میگم بعدش حالا <liksom> یه اینجوری ادو باز ادو اطفال در مورد با گفتم من نفسم در نمیاد دیپتو باز کن من بعدا همه رو بهت میگم هیچی دیگه باز کرده و دیگه بعد از اینکه باز کرد و نشستم گفتم یه سر همش میخواستم زمان بکشم هیچی بعد گفتش که خب بگو گفتم که حالا چی بگم آخه من همون رو دادم و اینو بعد دیگه لخره اه... یه جوری شد یه دفعه برگشت گفتش که چشمند تو بزن بالا این چشمند هم که زدم خب به به این چشمانه من که نمیدونم چیکار میکنه بالاخره این یه لحظه به چشمای من نگاه کنم منم دیدم یه مرد لوغر خیلی از اون زمخت و یه چیز ولی دور تقریبا پنج متر کم به من نگاه کرد من نگاه کردم اون بر... بعد گفت چشپندتو تو ببن بعد که این همون صحنه ای بود که من بعد گفت بشین اینجا چی میخوای غذا چی میخوای و اینا بعدم غذا گفتش که نهار خوردی و اینا بعدش مام دوباره الکی پلکی چیزایی نوشتم و از اون موقع به بعد من یه شکنجه نشدم هیچ تعذیری نشدم به بندم رفتم من احساس میکنم نظر من اینه این مرده نمیدونم حالا چی بود چه حسی کرد حالا شاید اون ارتباطی که حالا بعدنم هم رفته با بابام برقرار کرده منو دیگه تاذیر نشدم تا من چهار ماه هیچ با من هیچ ارتباطی برقرار نشد و مام رفتیم تو بند دوباره به قول ترکا خروزلاندخ یعنی خ... خروز شدیم خیلی جسور شدیم دیگه حالا یه ذره دور شدیم از شعبه دیگه شروع کردیم به ورزش ها و انقلابیون و نفر. ولی من اونجا خودم رو باز هم تا موقع چهار ماه به سهندی معرفی نمی کردم مگر بچه های خاصی که بهشون دیگه اعتماد پیدا کم یا بچه هایی که من میدیدم که این جوزیاتش رو شما میره تو این کتاب می خولید. این هم مورد شکنجه همینو خودش خیلی بود خب چقدر هوای وای 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 زیبا جان چقدر نورانی است، انرژی میگیرم اوه اوهی چی شد که جمال رو اعدام کرد جمال نه جمال شوهر دوم این جمال رو که دیدید الان زنده است مسئول سریع تهیه کننده است شوهر اول من که اونم بذارید بچه براتون نشون بدم اونم عشق من بوده دیگه بعدها عشقم شدن موقع تو فکرهای سیاسی بیازی بودیم که از عشق مش نمیفندم بعد از 15 سال تازه علی رضاییه قاطی نکنید دیگه اونایی که میخوان که چس کنن اه خب آها بیایید بچه ها ببینید این علیه اینم منم تو نام زدیمم نامزدی که نه نا. عروسی این علی میبینید خب اینجا داریم کیک عروسی اون اون مامانم اونجا اینجا داریم من و علی میرخسیم اینجا علی رو میبینید خیلی هم خوشگل بود ولی خب من اون موقع که اصلا تو این آه این بابای علیه این خواهر ناتنی علیه اسمش یادم رفت این برادرش داستان داریم با این اینجا منو این خواهرش این خواهرش که عاشقش عاشق علی بود که اصلا حتی علی میگفت چون شبیه سیاره هستی من اصلا عاشقت شدم این آذر خواهر بزرگشه پرستار بود این بغل من بابام این خودم هم اینجا این علی این هم اینجا حالا بمونه. تا این حد دیدید دیگه خب حالا بیایم دوباره بیام اینجا این چهار ماه بعد داستان علی، علی چجوری دستگیر میشه؟ علی اول دستگیر میشه، من خودم رو یه دختری چیز جا زده بودم اولا اینکه که اسمم رو نمیگفتم اسمم سیبا میگفتم که اسم سیبا رو وای 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 به اسم سیبا اسم چیزه قهوه پیشونی سفید میشه اونجا تو پرونده ها نمیشه بودم زیبا خیلی جالبه گفتم بسیار زیبا بنویسم مثلا اولی بعد که من این پرونده چهار ماه با من کار نداشته خب ولی بعدا در میارن خودشون خب که بعد من حالا یه دعوایی میکنم فلان میکنن و اینها ولی به روی خودشون نمیارن تا موقعی که چون میگم دیگه ترافیک خیلی سنگین بود در رابطه با حالا جزئیاتم هم بیشتر توی همین کتاب نوشتم بعد از چهار ماه علی دستگیر میشه حالا علی در چه رابطه ای دستگیر میشه مفصله و علی به همراه یک گروهی گروه خودشونو که تحت تعقیب اینجوری اینا رو چیز کرده بودن دیگه اون موقع فهمیده بودن نباید وقتی به یک کسی مشکوک میشن سری بگیرن بلکه باید تعقیبش کنن تا این افراد دیگرم بگیرن. بگیرن حال علی وقتی که دستگیر میشه همه مسائل رو لو میده میگه و از جمله منم خب من تا اون موقع نگفته بودم که شوهر دارم دیگه یکی از چیزایی که برای من پیش میاد همین بود که شما دروغ به ما گفتی و شوهر داری و فلان اینها و علی بعد در جریان مسائلی که میاد که جزییاتش اینجاست این علیه که اعدام میشه نه جمال خب زیبا زیبا لطفا کتاباتو صوتی کن کتابای من صوتی هست اگر میخواییم بیام من براتون یه اه... باز کنم به خاطر سر صدا چیز کردم پوزیه خوبی ها خوب. نه نه نه، به خاطر اینکه هر الان دیگه ماشین نیست خب نه نه بس الان یکم دیگه یه یه ده دقیقه یه رو به دیگه تموم میشه میریم پیاده روی امروز بخواهیم مثلا. از از هاج هاجدا بود بگو هاجدا بود داستانش رو میام به پوزیه یه رو دیگه تموم شد حاج داوود داستانش رو من برای شما جزئیات حاج داوود رو بیاد کتاب منو بخونید کتاب من به صورت صوتی هم هست با صدای خودم کتاب سیبا با صدای خودمه کتاب زندان با صدای خودمه کتاب زینب رو با صدای فروغ و تابش اینا رو اونا این دو نفر برای من این کتاب هست به صورت صوتی هست خب حالا تا اونجایی که بتونم امروز با سوالات اه... یه سری سوالم مرزی داشت گفتش اونم ببینم مثلا مرزم یه سوالی داشت آها یه چی سوال س... سوال خواست دیگه مرزی بعدا خود تو گروه میپرسید دیگه بذار سوال بچه ها رو جمع من الان یادم نیستش چه سوال پرسید خب رومینا اسمش زینب آها زینب معمار نوبری درسته زینب تو شناسنامه هم صفحه توضیحاتش نوشتن زین سیبا بزن یعنی از سیبا به زینب تغییر پیدا کرد صاحب لایوید امرو نه میکنید لایو ترک کن چرا از مخالفی میترسید شما نجلا آفرینش شما میخواین که یه روزی اصلا با من لایف داشته باشی بیایید با من لایف داشته باشه من خوشحال میشم که مخالفین من بیان اینجا صحبت بکنم و بارها مخالفین من صحبت کرده خب رستاخیز نزدیکه خب از زندان رضا ای رزا ایران چه ساله که فرهناز چا اینا که با هم دیگه صحبت میکنین وای اه... <applause> چقدر میگم من جوری اینجوری ببندیم دیگه چقدر وحشتناک بودین فرهناز خیلی خب و استکانت مثل من زیبا آه آها استکان استکانا رو بلکن کنم که سوالای مربوط به زندان و کتاب زندان یه دفعه تصمیم گرفتم چون دیدم که مسئله تجاوز اینا رو مطرح کردم با چیز گفتم که بیام اینا بگم سوال زندان همکاریت باز مسئولین زندان در چه حد بوده بعد از توبه کردن آره این سال همکاری من واقعا من دلم میخواست که همه جوره همکاری کنم چون به شدت اصلا معتقد به اسلام و جمهوری اسلامی شده بودم و حتی به اینها گفتم که من حاضرم که بیام توی بازجویی تو سالونای بازجویی با شما همکاری کنم منتها اعتقادی که داشتم و اینو بارها با توی این رابطه ها صحبت کردم که به اینو ببندم بابا خیلی نمی هست گربم بشه بهتر که موتور سوارا با فلانی خب من در رابطه با چیز با بازجویی با،, با صحبت کرده بودم و معتقد بودم و یک نقد در رابطه با شیوای زندان من یه نقدی نوشته بودم و الان هم نقدایی من شاید هستش تو زندان حتی با اسم و امضای خودم نوشته بودم اون موقع البته امزای جمال نداشتم امضای قبلی خودم بعد به اونها گفته بودم که من این روش های بازجویی شما این تعذیر ها و این نمیدونم شکنجه هایی که حالا خودم دیده بودم اینا رو من قبول ندارم و معتقدم که ماها باید با تمام این افرادی که زندانی هستند به روشهایی برخورد کنیم که اینها بتونن خودشون این به تکنیک ما برمیگرده من در این رابطه یه نقدی در رابطه با شیوه بازجویی و شیوه اینها داشتم که اینا گفته بودم به اینا پیشنهاد دادم گفتم که اگه میخواین که من هم حاضرم که با شما همکاری کنم با کسانی که تو زندان هستن و مثلا حالا چون برگشته بودم دیگه ولی قبول نکردم قبول نکردن و شاید حالا یک بار هم منو بردن توی اتاق بازجویی و اینها که من اون یادمه که اگر نازلی پرتووی یه همچین حرفی زده که گفته که زیبا از ما مثلا ورقه بازجویی رو به ما داده و گفته که اونجا من چیزم شوهرت عاشق من بوده در حالی که من شوهر اون عاشق من نبوده من عاشق شوهرش بودم اینو من اقرار میکنم حبیب حبیب فرزاد بعد گفتم که من یادم نیستش که همچین چیزی اصلا هم یادم نیست ولی خب حالا فکر کن که یه همچین کار رو احتمال داره کرده باشم و من بهت اومده باشم بگم مثلا درباره شوهر صحبت بکنم ولی اگر این مسئله برای تو خیلی سنگین بوده که من اونجا در رابطه با این صحبت کردم که من عاشق نمیدونم شوهر شوهرت عاشق من بوده الان میخواید من بیام همه جا داد بزنم بگم من عاشق حبیب فرزاد شوهرشون بوده واقعا برای من بی نهایت دوست داشتنی بود و خیلی دوستش دارم ولی خب نیستش دیگه حبیب فرزاد اصلا ازش البته ایشون ازشون جدا شده ولی حبیب فرزاد من خیلی براش ارزش قائل بودم خیلی دوستش داشتم پیداش نمی کنم دیگه دو تا چهره بودن که من خیلی علاقه من بودم بهشون وحید توکلی و حبیب فرزاد این دوتا رو حتی در زمانی که زینب بودم آرزو می کردم اینها همیشه زنده باشن و من اینا رو یه روزی ببینمشون اگر الانم در یه جایی هم اینا پیام من رو می شنوند بدونن که من هم همچنان هم حبیب فرزاد بینهایت دوستش دارم و هم وحید توکلی رو این دو نفر این نزی در رابطه با این که یک بار اینا نپذیرفتم من برم توی سالونای بازجویی باشون همکاری کنم در حالی که واقعا میخواستم به شما دارم میگم من معتقد به جمهوری اسلامی شده بودم و معتقد به مبارزه با جریان های ضد جمهوری اسلامی ولی برادر جواد و حاج آقا اون موقع که حاج آقا هم بود حاج آقا میگفتش تو حالت های روی چون من مرتب تو حالت هی قش می کردم قشای ترانس حالت های خیلی عجیب روحی پیدا حالتهای خلصه می کردم حالت های خلسه می اینا می که حاج به خاطر این یه حس خیلی عجیبی به من پیدا کرده بود چون می گفت تو خیلی پاکی تو خیلی عرفانی است تو خیلی نمیدونم فرشته ای تو نمیدونم چی 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 من حاضرم هر کاری برای تو انجام بدم اما تو روحن استیبل نیستی اینو بعدها بازجوی من هم گفتش که ما تو رو تو برو استراحت کن تو برو کارهای دیگه بکن باز همین منو نپذیرفتم وگرنه من حاضر بودم هر کاری بکنم پذیرفتن که من برم تو بازجویی نپذیرفتن برم توی فعالیت های مختلف و فعالیت های من در فعالیت‌های من در چه حدی شد هی بازجویی بازجوی من مثلا میگفتش که برو بشین مطالعه کن برو بشین نمیدونم برنامه هایی به خودت برست نمیدونم فلان و من اومدم مثلا بافتنی برای جبهه کارهای مختلف دیگه که خدماتی اینا باشه و اینکه مطالعه 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 نوشتن 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 و اینکه با بچه های مختلف صحبت کردن این که بچه ها میگن زیبا خیلی میخواست ها رو برگردونه ارشاد کنه راست میگن راست میگن من واقعا دنبال این بودم و بی نهایت برای اعتقاد جدیدم کار میکردم فعالیت میکردم و معتقد بودم که تمام این بچه هایی که مثلا تلاش میکردم که اینها رو به سمت اسلام برگردونم در این حد بوده ولی اجازه ندادن که من برم تو فعالیت های دیگه تو بازجویی و اینا این هم جواب این پرسیان ایمی ای نمیدونم اسمش چیه ولی خب همکاریم در این حد بوده خب بعد هم که از زندان اومدم بیرون رفتم با توی سپاه توی اطلاعات توی این اونور اون باشون کار بکنم بگم فعالیت حتی برادر بیژنی که حالا داستانش اینجا نوشتم و توی این کتاب گفتم بعد اومد من و یه بار برد بعد و تو به با کارهای اطلاعاتی اینو نمیخوری تو فقط همون برو تو کارهای فرهنگی و اینجور چیزا چون من اصلا این گوریز و نمیدونم این مخفی کاری ها و اینجور چیزا تو من نبوده. و اینا می دیدن که نمیخورد نمیشه دیگه اطلاعات هم بنیانش رازداریه خب اینم که با من نمیخوند برای همین ولی خب هنوز من اونجا زینب بودم و اعتقاد به رازداری داشتم اعتقاد به این که بایستی از این رو چیزا دیگه خب اسم واقعیتون در آلمان چیه؟ اسم واقعی من در آلمان زینب مار نوبری همون زینبه ولی زینب که اینا تینب میگن این تو پاسپورت من هست تو آسوایزو یا توی کارت شناسایی من هست وکیل من گفته بود که میخوای که بهت اسمت رو زیبا بکنیم زیبا نو... نو... ممار نوبری گفتم نه اون زمانی که من خیلی دیگه معتقد بودم خیلی هم باید پول زیادی هم نمیباید اون موقع 300 مارک گفت 300 مارک بدی باش حل بکنه 300 مارک هم پول زیادی نبود مثلا نسبت به این کاری که آدم مخاطر کل برنامه ما مثلا چند هزار مارک میگرفتن برای وکالت اینجور چیز ولی من اون زمان که اصرار داشتم که حتما باید زینب اسمم باشه یه اعتقاد سفت و سختی داشتم که الان این اعتقاد رو ندارم واسه همین الان شما اصلا زیبا صدام نکن صدا کن نمیدونم هرچی دوست داری برای من زینب یکی صدام ولی یه زمانی اگه کسی منو سیبا صدا میکرد شکنجه بود برام میگفتم من زینب شدم ولی الان اون چیزا رو ندارم بچه ها ممکنه که زمان بره بگذره و چون که الان دارم میبینم که چند دقیقه مونده چقدر علی خوشگل بوده واقعا خوشگل و نازنین و دوست داشتنی بوده هستشو و من حالا داستان علی اینا بمونه این چند تا سوال رو براتون جواب دادم در مورد زندان آقای رستم نمیدونم چی چی که برای من اون حرفا زده اشکال نداره که این حرفا رو میزنید فقط بیایید من خودم به شما متریال میدم خودم به شما توضیح میدم هر چیزی که هست با دلیل با سند با چیز شما بیایید حرفاتون رو بزنید قبل از اینکه آدم روی محکوم بکنید این اصلی ترین مسئله من بوده حالا بچه سوالا شاید زیاد بوده ولی من چون فقط خواستم که در رابطه با زندان باشه جمالم که نشون دادم دیگه بهتون الان تا تموم نشده اه اوه 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 چقدر پیام زیبا جان در مورد حزب کمونیست بگو حزب کمونیست اون دو اعتقادات خودم ب... آها اینم کتاب زین سیبا در مورد فعالیت های من در دوران کمونیستیم که 6 سال کمونیست بودم همکاری یعنی زدن تیر خلاص خب میتونی بگی ممکنه در واقع من همکاری کردم دیگه باشون این که انکار نمیکنم همکاری چیه که تمام وجودم رو میخواستم برای اسلام و خمینی اینها بدم حالا اگر هم شاید واقعا این امت... ام... مسئله پیش می اومد یه دفعه میگفتن یکی تیر خلاص بزنه نمیدونم شاید میزدم نمیدونم ولی الان افتخارم این نیست که تیر خلاص نزدم یا زدم چون در اون شرایط اگه بودم با اون اعتقاد این کارو میکردم دیگه مبارزه کفار رو قبول داشتم دیگه به هر حال وقتی که انسان به یه مبارزه اعتقاد داره مقابلش با یه کسی مبارزه میکنه خب حالا اون مبارزه هم که های جوابش هویه دیگه خب اون میکشی ما هم دیگه حالا تیر خلاص هم که میزنی به خاطر که زودتر بمیره دیگه پس مخالف تیر خلاص زدن نبودم که بگم که من چیزم مخ... موافق این بودم باید کفار کشته بشم موافق اعدام بودم سالها طول کشید تا از این افکار من تغییر بکنه اگر من این کار رو نکردم به خاطر اینکه شرایط منو قبول نکردن این هم واقعیتش خب این آقای اینایی که گفتم چرا علی اعدام شد شما نه اینم سوال خیلی خوبیه ولی خب فکر کنم بخاطر این که چیز علی به خاطر اینکه تو مدت چهار ماه بچه 29 ثانیه اومد دیگه نه یه بار دیگه شاید براتون گذاشتم چون مثلا کسایی که میخواین بیان کتابا رو بهتون بدم همش تو اینجا هست باز دوباره یه وقت دیگه میذارین برای پاسخ بای بای تا بعد منم برم با فوزی قدم بزن بای بای